به شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 26 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 4 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. امروز پنجشنبه در 20 روز از جنگ حماس و اسرائیل، شهرهای مرکزی و جنوبی اسرائیل هدف حملات راکتی بیشتری قرار گرفت. به گفته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، حملات راکتی از غزه با کنترل از راه دور از مراکز شلیک راکتی توسط نیروهای حماس اجرایی می شود. سخنگوی گردانهای ضد انقسام شاخه نظامی حماس روز پنجشنبه مدعی شد که تقریباً 50 گروگان این گروه در جریان حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو عبیده این ادعا را در کانال تلگرامی گردانهای ضد انقسام مطرح کرد. ارتش اسرائیل امروز پنجشنبه اعلام کرد که گروه حماس 224 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد. از این تعداد تا کنون 4 گروگان شامل یک مادر و دختر آمریکایی و 2 زن سالخورده اسرائیلی توسط حماس آزاد شدند. ارتش اسرائیل همچنین امروز پنجشنبه از حمله زمینی شبانه به مواضع حماس در نوار غزه خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که عملیات شب گذشته در راستای تدارک برای حمله زمینی به حماس در نوار غزه است و حملات بیشتری در راه است. ارتش اسرائیل ویدیویی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که حرکت خودروهای زرهی و حملات به مواضع حماس را نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل گفته است که تانک‌ها و پیاده نظام، هسته‌های تروریستی، زیرساخت‌ها و پایگاه‌های پرتاب موشک ضد تانک را هدف قرار دادند. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند که در پی تحرکات مرزی شمال و راکتی که چهارشنبه شب از جنوب لبنان به شمال اسرائیل شلیک شد، ارتش اسرائیل بخش‌هایی از جنوب لبنان را هدف قرار داده است. به گفته رسانه‌های اسرائیل، برخلاف تمامی حملات راکتی و خمپاره‌ای روزهای قبل از لبنان که دوش پرتاب بودند، راکت چهارشنبه شب از نوع زمین به هوا بوده است. بر اساس گزارش‌های منطقه‌ای، در آتشباری‌های اسرائیل در واکنش به تحرکات جنوب لبنان بیش از 50 تن از نیروهای حزب الله لبنان کشته شدند. از سوی دیگر مقامات درمانی حماس با اعلام آخرین آمار کشته شدگان در غزه میگویند که 7028 فلسطینی از جمله 2913 کودک، 1709 زن و 397 سالمند از تاریخ 7 اکتبر تا به امروز در غزه کشته شدند. بر اساس همین گزارش ها در همین مدت 18484 تن هم مجروح شدند. مقامات درمانی حماس میگویند که طی 24 ساعت گذشته 481 تن در غزه کشته شدند و 1650 تن از جمله 940 کودک هنوز زیر آوار هستند. اسرائیل میگوید که طی 24 ساعت گذشته 250 نقطه از محل نیروهای حماس را در غزه هدف قرار داده است. بعد از آنکه شبکه خبری الجزیره متعلق به قطر خبر داد که اعضای خانواده وائل دهدو، خبرنگار و رئیس دفتر این شبکه در نوار غزه در حملات اسرائیل کشته شدند، موجی از محکومیت در کشورهای اسلامی به راه افتاد. این شبکه خبری 24 ساعته روز چهارشنبه 3 آبان ماه گزارش داد که همسر و 2 فرزند خبرنگارش در حمله به اردوگاه پناهجویان نصرات در نوار غزه کشته شدند. الجزیره گزارش داد که بقیه اعضای خانواده خبرنگارش هم زیر آوار مدفون شدند. الجزیره تاکید کرده که خانواده این خبرنگار به دنبال هشدارهای ارتش اسرائیل به جنوب غزه رفته و در این اردوگاه پناه گرفته بودند. به گزارش شبکه CNN، ارتش اسرائیل تایید کرده که شامگاه چهارشنبه به زیرساخت‌های تروریستی حماس در منطقه‌ای در غزه حمله هوایی کرده که در جریان آن 12 تن از بستگان گزارشگر شبکه الجزیره کشته شدند. کشته شدن خانواده رئیس دفتر الجزیره در قطر که از خبرنگاران با سابقه این شبکه به شمار می‌رود، موجی از محکومیت را در کشورهای اسلامی به دنبال داشته است. از جمله اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس با ابراز تسلیت به دهدو حملات اسرائیل به غزه را محکوم کرد. طبق آمارها، جنگ اسرائیل به حماس تا کنون جان بیش از 21 خبرنگار، اغلب آنها در غزه را گرفته است.
عفو بین الملل روز پنجشنبه 4 آبان‌ماه در بیانیه‌ای از موج جدید حملات وحشیانه علیه معترضان و نمازگزاران اقلیت تحت ستم بلوچ در زاهدان از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در روز جمعه گذشته انتقاد کرد. این سازمان با اشاره به مسالمت آمیز بودن هفتگی تظاهرات از جمله در جمعه گذشته 28 مهر در این شهر افزود که نیروهای امنیتی به استفاده غیرقانونی از گاز اشک‌آور و ماشین آب پاش متوسل شدند و معترضان را مورد ضرب و جرح شدید قرار دادند. عفو بین الملل همچنین به دستگیری‌های خودسرانه دست جمعی، ناپدیدسازی قهری و سایر اشکال شکنجه و رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه معترضان مسلمت جو اشاره کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به استفاده غیرقانونی از قوای قهریه در اعتراضات روز جمعه آینده 6 آبان‌ماه متوسل نشوند و به حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز احترام بگذارند. نزدیک به 1 ماه بعد از به کما رفتن آرمیتا گرابند، دختر نوجوانی که بعد از بیهوشی در متروی تهران به کما رفت، احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفته است که نمایندگان باید درباره وضعیت آرمیتا گرابند از مقامات دولتی سوال کنند، اما اکنون درگیر بررسی برنامه 7 توسعه هستند. به وعده داد که به زودی مجلس به وضعیت این دختر نوجوان رسیدگی خواهد کرد. احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در حالی بر اهمیت بررسی موضوع صحه گذاشته که در هفته‌های گذشته تمام نشانه‌ها از طرف حکومت حاکی از آن بوده که آرمیتا گرابند تنها دچار افت فشار خون شده و حکومت هیچ علاقه‌ای به کنکاش در این موضوع ندارد. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس از گروگانگیری مسلحانه در شهر شیراز خبر داده و گفته است که متهم به خارج از شهر متواری شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حوالی ساعت 12:30 ظهر امروز پنجشنبه، یک دستگاه پژوی 405 با 3 سرنشین مرد که یک تن از آنها مسلح به سلاح کمری بوده، در بلوار چمران مقابل ساختمان دسترای ناحیه 2 به سمت 2 مرد شلیک می کند و با گروگان گرفتن یک زن متواری می شوند. گفته شده است که یکی از مجروحان حادثه به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده و دیگر مصدوم به بیمارستان انتقال داده شده است. پلیس گفته است که درباره عاملان حادثه و انگیزه آنها در حال تحقیق و بررسی است. بینندگان عزیز، در لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید.
پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه برای رایزنی های منطقه‌ای و بین المللی وارد نیویورک شد. امیرعبداللهیان در فرودگاه نیویورک مورد استقبال امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل قرار گرفت. وزیر خارجه ایران در بعد به ورود به نیویورک در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در خصوص سفرش گفت که از سوی وزیر خارجه برزیل به عنوان رئیس دوره شورای امنیت از او دعوت به عمل آمده بود که در نشست دیروز شورای امنیت شرکت کند. حسین امیرعبداللهیان اضافه کرد که به دلیل برگزاری نشست 3+3 قفقاز جنوبی در تهران او نتوانست به نیویورک سفر کرده و در نشست شورای امنیت شرکت کند. او در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه و تشدید حملات اسرائیل به غزه گفت شرایط منطقه غرب آسیا به نقطه نگران کننده ای برای همه کشورهای منطقه رسیده و هر لحظه احتمال خارج شدن کنترل از دست همه طرفها وجود دارد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت که در نشست روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می کند و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در موضوع تحولات منطقه بیان خواهد کرد. در همین حال جونیور نست سناتور جمهوری خواه از دولت جو بایدن به خاطر دادن ویزا به حسین امیرعبداللهیان انتقاد کرده است. این سناتور جمهوری خواه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تروریست‌های مورد حمایت ایران به نیروهای نظامی ما حمله کردند و در حال حاضر آمریکایی‌ها را به گروگان گرفتند. به اضافه کرد که اما دولت بایدن به یک مقام ارشد ایرانی روادید اعطا کرده و با آغوش باز از این حکومت در خاک ایالات متحده استقبال می شود. به تصریح کرد که چون این مماشاتی باید پایان یابد. از سوی دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در واکنش به سفر حسین امیرعبداللهیان به نیویورک به خودداری دولت ترامپ از اعطای ویزا به ظریف اشاره کرد و نوشت امیرعبداللهیان دستانش به خون آغشته است و در حالی که در وضعیت لوکسی در کشور ما حضور دارد رژیمش آمریکایی ها را به گروگان گرفته است. رسانه ها از رسوایی ورزشی ایران در مسابقات پاراسیایی در هانگژو در چین خبر داده
و اعلام کردند که بعد از آنکه مشخص شد جودوکار نابینای ایرانی بیناست، از مسابقات اخراج شد. وبسایت تابناک در این مورد نوشت وحید جدی نماینده وزن 73 کیلوی تیم ملی جودوی ایران که در سه رویداد سال 1401 برای تیم ملی افراد سالم زیر نظر فدراسیون جودو به روی تاتامی رفته، در بازی‌های پاراسیایی هانگژو توسط داوران و ناظران شناسایی بعد مسابقات اخراج شد. این خبر از توی برخی از رسانه‌ها در ایران هم منتشر شده است. رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان این موضوع را که یکی از این دو جودوکار نابینا نبوده و در بازی‌های پاراسیایی نیز کلاسی به او تعلق نگرفته رد کرد. به گفت که به دلیل اینکه آزمایش او مشکوک بود، خودمان اجازه شرکت در بازی‌ها را به او و دیگر جودوکار ندادیم، وگرنه اسم هر دو ورزشکار در جدول بازی‌ها گنجانده شده بود و از نظر کلاس بندی مشکلی برای رقابت نداشتند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد که پروانه طبابت یک پزشک به دلیل انجام رفتار ناپسند و دور از شئونات اسلامی تعلیق شده است. این پزشک فاطمه رجایی ناد نام داشته و به علت عدم رعایت حجاب اجباری از ادامه طبابت منع شده است. خبرگزاری حکومتی ایرنا در روز پنجشنبه گزارش داد که یکی از پزشکان حین دریافت لوح تقدیر در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه آمل اقدام هنجارشکنانه انجام داده است. فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران این پزشک را متخلف و قانون شکن خوانده و گفته است که تعلیق پرونده طبابت او در دستور کار نظام پزشکی قرار گرفته است. به گفته غلامی علاوه بر تعلیق پروانه طبابت این پزشک نمونه در آمل، مدیران حاضر در این همایش هم به هیئت تخلفات اداری و انتظامی معرفی شدند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از چندین منبع گزارش داد که تیراندازی گسترده‌ای در شهر لوستون از ایالت مین آمریکا در شامگاه چهارشنبه دست کم 22 کشته و 60 مجروح بر جای گذاشته است. پلیس ایالت مین و کلانتر یکی از کانتی‌های این ایالت پیش از این بدون اشاره به جزئیات گزارش داده بودند که رخداد تیراندازی همچنان ادامه دارد. دفتر کلانتر کانتی آندروز کوگین دو عکس از مظنون این حادثه در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرده و گفته است که او متواری است. کلانتر این کانتی همچنین از عموم مردم خواست که در شناسایی این مظنون با استفاده از تصاویر او به پلیس یاری برسانند. این تصاویر مردی را با ریش، پیراهن آستین بلند و شلوار جین نشان می‌دهد که تفنگی را در حال شلیک در دست گرفته است. برندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار
در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا بعد از 3 هفته پرتلاطم سرانجام روز چهارشنبه 3 آبان و سر انتخاب مایک جانسون به عنوان رئیس جدید مجلس توافق کردند. مایک جانسون نماینده جمهوری خواه از ایالت لوئیزیانا توانست 220 رأی موافق کسب کند، در مقابل 229 دموکرات در مجلس نمایندگان به او رأی منفی دادند. از زمان برکناری کوین مکارتی رئیس سابق مجلس، در 3 اکتبر 4 تن نامزد جایگزینی او شده بودند که در نهایت آقای جانسون در بین آنها توانست آرای لازم جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان را کسب کند. مایک جانسون بعد از انتخاب به عنوان رئیس مجلس تصریح کرد که پیام او به متحدان در سراسر جهان این است که این مجموعه از قانونگذاران آمریکایی دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند. نخستین اقدام رئیس جدید نمایندگان آمریکا فراخوانی قانونی برای نشان دادن حمایت از اسرائیل بوده است. مجسمه یک گاو باردار 2700 ساله که 18 تن وزن دارد با ابعاد 3.8 در 3.9 متر در حفاری‌های باستانشناسی در عراق از زیر خاک خارج شد. سر این گاو بالدار توسط قاچاقچیان در میانه دهه 90 میلادی از بدن مجسمه جدا شده بود، اما ماموران گمرک عراق توانسته بودند آن را توقیف کنند و به موزه بغداد تحویل بدهند. نقش برجسته 2700 ساله یک گاو باردار یا لاماستو، خدای محافظ در ادیان بین النهرین باستان و اساطیر کهن ایرانی را نشان می‌دهد که با سر انسان، بدن گاو نر و بالهای پرنده تصویر می‌شده است. تصور می‌شود که این گاو باردار در زمان حکومت سارگون دوم در قرن 8 پیش از میلاد ساخته شده و در جلوی دروازه‌های شهر برای محافظت از آن گذاشته شده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.